انی عشق شخصیت شامپن در فیلم تفنگچی یک جراح فداکار است با بازی جاسمین ترنکا بازیگر ایتالیایی. داستان فیلم تفنگچی در سال 2006 شروع می شود. شامپن در نقش جیمی ظاهرا نگهبان مسلح یک NGO است مشغول ساختن فرودگاهی در کنگو، ولی در واقع یک تفنگچی مزدور است مأمور کشتن وزیر معادن کنگو. از بخت بعد رقیب عشقی او فلیکس رئیسش با بازی هاوی بادم است که بعد از انجام سوء قصد جیمی را از کنگو و از عشقش انی دور می کند. بهره کشی سودجویان غربی از منابع طبیعی کشور جهان سومی به این فیلم هیجانی حادثه‌ای محتوای سیاسی بخشیده. شان پن میگوید کلن به این علاقه داشت که این داستان به حوادث و رفتارهای واقعی خیلی نزدیک بود و به همین خاطر یک فیلم هیجانی حادثه‌ای غیر متعارف است. 8 سال بعد از ماجرای کنگو، جیمی برمیگردد برای جبران گذشته و سراغ فلیکس و انی را در بارسلون میگیرد و تهدید میکند که جنایت‌های سابق تفنگچی‌های مزدور در کنگو را افشا خواهد کرد و مدارک آن را هم جمع کرده. برای خاموش کردن او، شخصیت خبیث فلیکس جان انی را به خطر میاندازد و نجات او به مانع دیگری سر راه قهرمان تبدیل میشود. کارگردان پیر مورل که با فیلم تیکن زندگی حرفه‌ای لیام نیسون را عوض کرد میگوید دنبال داستان‌های خارق‌العاده است که بازیگرهای خارق‌العاده طلب می‌کنند و لزوماً دنبال کار کردن با بازیگرهای سالمند نیست. ضمناً داستان‌هایی که دوست دارد لزوماً درباره حادثه نیستند، بلکه طرح و توطئه و شخصیت‌های پرتنش با گذشته‌های پرتنش قصه را جلو می‌برند و برای همین هم بازیگرهای خارق‌العاده به این قصه جلب می‌شوند. فیلم تفنگچی از حادثه و خشونت انباشته است و تاکید دارد روی بدن عضلانی شان پن و انفجارهای متعدد، اما قصه فیلم که از کنگو به بارسلون و لندن کشیده می شود رو منتقدها بی سر و ته توصیف کردند. هالیوود ریپورتر می نویسد هدف فیلم این است که با آفریقا، اسپانیا و تفنگچی‌های مزدور همان کاری رو بکند که فیلم تیکن با پاریس و گنگسترهای آلبانیایی برای موفقیت حرفه‌ای لیام نیسون انجام داد. I can see the company's perspective. You're the last real threat on the table.